پرژن تاپ 10. با درود خدمت شما دوستان گرامی، نیما هستم، عضو جدید کانال پرژن تاپ 10. همه ما شنیدیم که ریختن شکر در باک خودرو باعث از کار افتادن موتور اون میشه. آیا شکر به یک ماده چسبناک تبدیل شده و تمامی قطعات موتور رو در بر میگیره، یا سیلندهای موتور رو کاراملی کرده و اونها رو از کربن پر میکنه؟ اگه دوست دارید جواب این سوال رو بدونید، در ادامه با کانال پرشین تاپ 10 همراه باشید. آیا ریختن شکر در باک بنزین خودرو باعث از کار افتادن موتورمون میشه؟ اگر شکر به تزریق کننده های سوخت یا سیلندرها برسه، برای شما و خودروتون دردسرساز خواهد شد، اما این موضوع به دلیل دانه های شکر خواهد بود و نه ترکیبات آن. به همین دلیل است که برای باک خودرو فیلتر گذاشته میشود. حتی اگه شکر نیز بتونه در موتور خودرو تغییر شکل بده، باید بدونید که در بنزین حل نخواهد شد. از این رو نمیتواند در موتور به حرکت درآید. این موضوع تنها از روی فرض گرفته نمیشود، زیرا در این مورد آزمایشاتی صورت گرفته است. در سال 1994 یک استاد حقوق در دانشگاه کالیفرنیا به نام جان تورنتون مقداری بنزین را با مقداری شکر ترکیب کرد که به اتم‌های کربن رادیواکتیو نشانه گذاری شده بودند. وی از یک سانتریفیوژ برای بیرون کشیدن شکر حل نشده استفاده کرد و مقدار رادیواکتیویته بنزین را اندازه‌گیری کرد تا ببیند که چه مقدار از شکر حل شده است. در نهایت معلوم شد که در بهترین حالت کمتر از یک قاشق چایخوری از شکر در 57 لیتر بنزین حل خواهد شد، که برای به وجود آوردن مشکل در موتور خودرو کافی نخواهد بود. اگر زمانی که شکر را به باک خودرو اضافه می‌کنید باک پر نباشد، مقدار کمتری از شکر در آن حل خواهد شد، زیرا کم بودن میزان بنزین قابلیت حل شدن شکر را کاهش خواهد داد. خب، خیلی ممنون از شما دوستان گرامی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. لطفاً اگر موضوعی ذهنتون رو درگیر کرده برای ما کامنت کنید تا در اسرع وقت ویدیوهای مربوطه رو براتون تهیه کنیم. با سپاس تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.